بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. سلام علیکم، وقت شما عزیزان بخیر باشه، جور و صحتمند باشین و هر جا که هستید و ما را همراهی میکنید در بهترین حال خودتان باشید. تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت جانگداز حضرت امام سجاد حضرت علی ابن الحسین علیهم السلام و یکایی که شما عزیزان، شما همراهان بسیار نازنین و مؤمن که امشب هم وقت خودتان طوری تنظیم کردین که تا برنامه خودتان همراهی کنید. بسیار تشکر میکنیم. امشب هم در حضور شما عزیزان از حضور ارزشمند جناب استاد رسولی عزیز بهره‌مند خواهیم شد. موضوع برنامه را حتما در جریان هستید. امر به معروف و نهی از منکر، دو واجب فراموش شده که به بررسی خطبه حضرت امام حسین علیه السلام در منا می‌پردازد. سلام علیکم استاد، خوش آمدید. تسلیت عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. هر جایی که هستین جور و صحتمند، ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. ایام حزن اندوه و ایام شهادت امام سجاد زین العابدین علیه السلام را خدمت تک تک شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. در خدمت هستم. سلامت شما استاد. موضوع را که عزیزان بله در جریان قرار گرفتن، امر معروف و نهی از منکر، دو واجب فراموش شده و خواستیم به این بهانه مروری بسیار خلاصه و کوتاه داشته باشیم بر فرمایشات بسیار درجه یک و عالی حضرت امام حسین علیه السلام در منا که به فرمایش حضرت عالی دو سال قبل از واقعه عاشورا این فرمایشات حضرت داشتند. من و میخواییم مرور کوتاه داشته باشیم بر آنچه که در جلسه قبل فرمودید و انشالله در این جلسه هم بتوانیم با توجه به زمانی که بالاخره کمی دیرتر هم به خدمت عزیزان رسیدیم از فرصت بیشتر استفاده کنیم. بله، ما در جلسه قبل به این که امام حسین علیه السلام به اهمیت امر معروف و نهی از منکر پرداختن و آثار و برکاتی برای امر معروف و نهی از منکر برشمردن، یکی از آثار و برکاتش این بود که انسان با امر معروف و نهی از منکر در مقابل ظلم می ایستد و ظالم را سر جایش می نشاند. در پرتو امر معروف و نهی از منکر، فای و غنایم و ثروت هایی که در جامعه اسلامی هست عادلانه بین افراد جامعه تقسیم می شود و در پرتو امر معروف و نهی از منکر است که زمینه را، طبق که خود امام علیه السلام فرمودن، امر معروف و نهی از منکر وقتی باشد زمینه آماده می شود برای اقامه و عمل کردن به بقیه واجبات. پس امر معروف و نهی از منکر یک امر کاملا مهم و با ارزش است که زمینه می شود برای این که ما به بقیه اعمال عبادی و غیر عبادی خودمان بپردازیم. بله. پس یک سوالی که شاید از جلسه قبل به ذهن بنده مانده و شاید عزیزان هم خواسته باشن این سوال از شما داشته باشن این هست که چرا امام در این خطبه بعد از بالاخره اینکه درباره امر معروف و نهی از منکر فرمایشاتی دارن، علماء جامعه را مورد خطاب خودشان قرار میدن؟ و ما خدمت شما جناب ناصری عزیز عرض کنیم و خدمت بینندگان عزیز، در طول تاریخ بوده همینطور که جامعه از سه حالت خارج نبوده، یا جامعه در دست زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان، ظالما
و کسانی که بر جامعه به هر نحوی مسلط شدند و دمار از روزگار جامعه در آوردند، یا هم در برهه‌های از زمان جامعه به دست پیامبران و جانشینان پیامبر و بعد از او دانشمندان بوده. البته خب خیلی کم، نه خیلی زیاد. یک نمونش که مثلا قدرت در دست سلیمان پیغمبر بود. بله. شرق تا غرب عالم در تحت فرمان و سیطره حضرت سلیمان بود و باد و خلاصه جن و طیور و وحوش همه در اختیاری بزرگوار بود. ولی خب یک زمانی هم میاییم که قدرت در دست نازنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیره و در برهه های از زمان هم علما بودن که قدرت در دست اینها بودن، تقریبا مبسوط الید بودن، یعنی دستشان در حکومت و دستشان در این که حدود الهی را اجرا کنه تقریبا باز بوده. البته این بسیار خیلی کم بوده و گاهی از اوقات هم حالت سوم بوده جناب ناصری، که برخی از علمای درباری و برخی از دین فروشان در کنار زور و تزویر و قدرت قرار گرفتن. دیگه خدا عاقبت اون مردم رو به خیر کنه که از این طرف ستمکار باشه، از این طرف هم علما و دانشمندان دین فروش که عمل کرد خبیثانه و ظالمانه علما، خبیثانه پادشاهان و سلاطین را توجیه کنند. چون اگر زمانی که علما در کنار زرندوزان و زورگویان و ظالمان نباشد، خب مردم در مشکلات و گرفتاری های خودشان به کی مراجعه میکنند؟ به علما. وای از آن روزی که علما و زورگویان در کنار همدیگر چه بگیرن؟ قرار بگیرن. که در زمان ایراد ای خطبه و در سال 60 و در سال 61 چنین اتفاقی در جهان اسلام چی شده بود؟ افتاده بود که عده‌ای کسانی که دین خودشون را فروخته بودند و با فروش دین دنیا را خریده بودند در کنار زورگویان چی شده بود؟ قرار گرفته بود. و این علت و علت دیگه شمیسه جناب آقای ناصری که روایت ما داریم، حالا منسوب است که معصوم است، اذا فسد العالم فسد العالم، زمانی که فاسد شود عالم و دانشمند و عالم دینی، تمام عالم و فساد کشیده می شود. یا او یک حدیث معروف دیگری از امیر المؤمنین علی علیه السلام است، خطاب به ابوذر، یا ابوذر آقای رقم، اعلم ان کل شیء اذا فسد فالملح دواء، میگه هر شیء زمانی که فاسد شود ملح یعنی نمک دوای از او است، فاذا فسد الملح فليس له دواء، اما زمانی که نمک فاسد شود دیگه دوایی ندارد. ما در زبان فارسی هم داریم، در زبان فارسی میگن که هرچی بگندد نمکش میزنند، وای از آن روزی که بگندد نمک. دقیقا امام علیه السلام روی میاره به سوی علمایی که بسیاری از آنها در او زمان حالت گندیدگی را به خودشان چیه؟ گرفته بودن، یعنی دانشمندان بودن، علما بودن، خیلی از آنها پیامبر را دیده بودن و کسایی هم که پیامبر ندیده بودن صحابه پیامبر را درک کرده بودن، اما به حکومت جائر و فاسق و فاجر تن داده بودن و یوغ استعمار را بر گردن خودشان که گذاشته شده بود تحمل کرده بودن. حالا امام به خاطر بیداری اینها از خواب و غفلت و به خاطری که اصلا جلسه چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. خب دیگه امام باید شروع کنه دیگه، امام قبلا هم شروع کرده، در اینجا هم باید امام شروع کنه و او مشکلات و گرفتاری هایی که جهان اسلام را و او خصلت های زشت و پلیدی که در دل و جان علما و دانشمندان آشیانه کرده و رخنه کرده، اونا یکی که به اینا چی میده؟ تذکر میده از باب امر به معروف و نهی از منکر. امام ایتونی نیست که خب حالا ان شاء الله فردا باز امر معروف نهی از منکر میکنیم پس فردا، نه، همو زمانی که امام زمانش ببینه شروع میکنه به امر معروف و نهی از منکر. این رقم شروع میکنه امام، ثم انتم ایتها العصابه، سپس شما ای گروه، عصابه تقریبا یعنی یک گروهی که به چشم می آید، از عصب و عصبیت یعنی پیوستگی داره، یک عده ای، عصابه بالعلم مشهوره، ای کسان، ای گروهی که شما به علم معروف و مشهور هستید، و بالخیر مذکوره، مردم درباره شما خیر میگن، میگن شما آدمای خوب، و بالنصیحه معروفه،
شما اهل نصیحت هستید، یعنی اهل وعظ و منبر. ما نمیخوایم که او شعر حافظ در اینجا بگویم که واعظان کن جلوه بر محراب و منبر میکنن، دیگه ادامش من نمیگویم. دوستان و بزرگوار خودشان میتوانن ایره بخونن و درک کنن. و بالله فی انفس الناس مهابه، و با واسطه‌ای که خدای تبارک و تعالی و با واسطه دین خدای تبارک و تعالی خداوند در دل مردم یک ترسی نسبت به شما چیکار کرده؟ ایجاد کرده. یعنی تمام زمینه ها موجوده. یها بکم الشریف، آدم های شریف و مثلا قلدر یا آدم هایی که دارای اصل و نسبه، کسی است برای خودش از شما در دلش حراس داره. بله. یعنی اگر شما یک حرف بگویید، یک اعتراض بکنید، اعتراض شما به جا خواهد بود. مردم به تعبیر ما امشهری از شما چیش میزنه. و یکرمکم الضعیف، انسان های ضعیف شما را اکرام میکنه. دیدین دیگه همی الان هست، هر جایی که علما وارد میشه و اشراف، بزرگان. بله. و حتی ضعیفان اکرام میکنه، مورد احترام جایی برایشان باز میکنه، کفششان رو برمیداره، چپنشان رو برمیداره. بله. چپنشان رو روی دوششان میندازه. اگر غذای میاره اول برای علمای، اگر احترام است برای چی علمای، اگر جایزه است برای علمای. و یؤثرکم من لا فضل لکم علی، و ایثار میکند، یعنی شما را نسبت به خودش مقدم میداره. کسی که اصلا شما برو قدرتی ندارید، یعنی اگر این کار را هم نکنه شما نمیتونی یه خیلی از رو چکار کنی بگیری، اما او به خاطر اهل و به خاطر فضل و به خاطر او چیزایی که شما معروف هستید شما را بر خودش چی میکنه؟ مقدم میکنه، ایثار. استاد، بسیار فرمایشات شما در مورد علما و در واقع فرمایشات حضرت در مورد علما شما در حال قرائت فرمایشات حضرت هستید بسیار جالب بود، و من دوست دارم که یک سوالی که در ذهن ما آمده از شما پرسان کنم. در خدمت هستم. یک چند لحظه بسیار کوتاه هم روی زمین در اتاق فرمان شویم. باشد. بر خواهیم گشت و در خدمت شما خواهیم. سلامتی باشد. با شما هستیم با وقت بیداری، همچنان همراهی کننده ما باشید لطفا. ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت: حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند. پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو بن حجاج را با 500 سوار به شریع فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب بردارند، و این 3 روز پیش از قتل حسین. عبیدالله ابن حسین ازدی بانگی بلند برآورد و گفت: ای حسین، این آب را نمی بینی همرنگ آسمان؟ والله از آن قطره ای نچشی تا از تشنگی درگذری. حسین گفت: خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز او را نیاموز. حمید ابن مسلم گفت: به خدا سوگند پس از این به دیدار او رفتم و بیمار بود. سوگند به آن خدایی که خدایی جز او نیست، دیدم آب می آشامید تا شکمش بالا می آمد و آن را قی می کرد و باز فریاد می زد: العطش العطش. باز آب می خورد تا شکمش آماس می کرد و سیراب نمی شد. کار او همین بود تا جان بداد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. تا ابد کوثر توحید ز پیمانه اوست، سینه سوختگان شمع عزاخانه اوست. مجدداً به شما عزیزان خیر مقدم میگیم، بسیار خوش آمدین در بخش دوم به وقت بیداری. امشب همچنان همراهی کننده ما هستین. هنوز در شهرها و در محله های مختلف تکیه خانه ها و حسینیه ها چراغشان روشن است و مجلس عزای امام حسین علیه السلام در این شبها و روزها برگزار میشه. از همه شما عزیزان میخواهیم که برای بنده استاد عزیز و همکارانمان در رسانه جهانی هادی حتما دعا بفرمایید. پل ارتباطی برنامه را در این لحظه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم: نمبر مثبت 964 780 255 4013 در اختیار شما هست. با ما
ارتباط دو طرفهایتان را پایدار بدارید. جناب استاد، سوالی که در آخرین لحظات بخش اول بعد از قرائت فرمایشات بسیار ارزشمند حضرت امام حسین علیه السلام به ذهن بنده زد، در این لحظه از شما بالاخره پرسان میکنم. سوالی است که حضرت امام در این خطبه به چه نقطه ضعف هایی از علما بیشتر اشاره میکنه؟ خدمتتان عرض کنم که ما یک نکته از این که امام برخی از خوبی هایی که برای علما هست و مردم به اونها مراجعه میکنن یک مطلبش مانده خدمتتان میکنم، بعد به نقاط ضعفی که نسبت به علمای او دوره بوده و ممکن است علمای این دوره و دوره های آینده هم باشه اشاره میکنیم. در یکی از کارکردهای علما امام رقیم میفرماید تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، میگه مردم شما را به عنوان شفیع قرار میدهد برخی از اوقات که نمیتونن کارهایشان را چی کنن انجام بتن. علما را به عنوان شفیع، به عنوان آبرودار، به عنوان رشسفید و به عنوان چیزهای دیگه خب علما را میبرن به جای دیگه و نمونه چیزی در جامعه ما زیاده. همه ما داریم استاد. شما هم دیدید. در حل و عقدها، در حل و فصلها، در گرفتاریها، در شادیها حتما یک عالم یا چند عالم دینی حتما تشریف دارن، حتما مشکلات مردم بررسی میکنن، رسیدگی میکنن و مردم هم واقعا به اینها اعتماد دارن. خب. و بالاخره بسیار نشانه میاد. مگر به خاطر از اینکه مردم میگن که العلماء ورثه الانبیاء. یعنی علما و دانشمندان در بین امت وارثان انبیا هستند. یعنی علما واقعا اگر که به اون وظیفه‌ای که دارن خوب عمل کنن میشن وارث امیر مؤمنان علی علیه السلام. بله. وارث رسول خدا و الی ماشاءالله. و اما امام بعد از اینکه چند تا نقد میکنه که برخیش خوب است برای علما و دانشمندان و برخیش دیگه یک مقدار برای اونا سخت تمام میشه، شروع میکنه به سختترین انتقادها از اینا و میگه و اما و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر. عجب. اما میگه شما در هنگام راه رفتن مانند ملوک و سلاطین و انسانهایی که خودشان خیلی با هیبت با وقار میبینند راه میروید و این دقیقاً برخلاف منش و راه رفتن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، برخلاف منش و رفتار امیر مؤمنان و بقیه خلفا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است. خب شما میبینید که پیامبر چقدر متواضعانه راه میرفتن. بله. و چه برخوردی داشتن. اینطوری نبوده که مثلا جاده را برای پیامبر باز کنه، سر صدا شود که مثلا پیغمبر آمد، برین کنار، اسب پیغمبر شما را زیر نگیره، امروز موتر پیغمبر یا موتر فلان عالم شما را زیر نگیره. رقمی نبوده. خب پیغمبر هیچ وقت خودشان میفرمایند هیچ کس در سلام کردن برایشان سبقت نگیره. درود بر شما. خب اینم برگرفته از این است که ما باید رفتار ما رفتار چی باشه؟ قرآنی باشه. قرآن میفرماید که و عباد الرحمن، یعنی بندگان رحمان، الذین، کسانی هستند که یمشون، معاشی میکنن، این راه میروند، علی الارض هونا، روی ارض با سبکی و راحتی، نه با فخر فروشی، نه با تکبر، نه با سینه جلو دادن. دیدین برخی ها سینه را جلو میتن، یک طور راه میرن که مثلا بگی آسمان سوراخ شده، امینا از آسمان افتادن پایین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر جاهلی اهانتی کرد، یک حرف زشتی به اینا گفت، فقط میگن که سلام، یعنی سلام وداع، سلام خداحافظی. اما اگر با او دبدبه و کبکبه را بره عالم در کوچه و سرک و خیابان، اگر کسی طرفش نگاه کنه خود چشم زور میکشه دیگه. بله. وقتی با او هیبت و سلامت را بره. ما حیف محمد یک دو نکته دیگر هم از قرآن عظیم و شان خدمت شما عرض کنم که در جایی که حضرت لقمان پسر خودش را نصیحت میکنه، بسیار کارساز و زیباست. ایره در سوره لقمان خدمتتون هستیم، بسیار زیباست. در اونجا ایرقمی میفرمایند که حضرت لقمان در سوره لقمان در آیه 17 و 18 بسیار جالب است. خب اینمی راه رفتن ما نباید رقم باشه،
را رفتنی ما و شما ای رقم نباشه، علما و دانشمندا کو بیخی سر جای خودشون باشه. میگه ولا تسعر خدک للناس، میگه روی تا از مردم بر مگردان. خب تو عالم هستی، دانشمندی، ممکنه یک کسی از تو سوال داشته باشه، ممکنه یک کسی مشکل مالی داشته باشه به تو مراجعه کنه، ممکنه مو پیشتر گفتیم که تو رو با عنوان شفیع میخوای یک جایی ببره، تو باید یک طوری باشی که بتواند به تو مراجعه کنه. ولا تسعر خدک للناس، یعنی روی تا از مردم با تکبر بر مگردان. ولا تمشی فی الارض مرحا، با حالت خرامان مثل ملوک و سلاطین و شاهان و امپراتورا راه نرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، ان الله به درستی خداوند دوست ندارد. ان الله لا یحب کل مختال، هر متکبری که تکبرش از روی خیاله، وهمه. بابا اگر ثروتیه ممکنه یک آن خدا از تو چیکار کنه؟ بگیره. اگر قدرتیه ممکنه یک لحظه خدا از تو بگیره. اگر شکل زیبایی هر چی هسته، اینا همه حباب، امانته و حبابه، ممکن است شما چیکار کنه؟ بگیره. پس خداوند دوست ندارد هر متکبری که تکبرش از روی چیه؟ خیال باشه. و فخور و فخر فروش، خودش بالا بگیره، بگه ما ژنم بالاتر است، ما از فلان قوم هستم، ما در فلان کشورم، ما در فلان منطقه ام و با فلانی ها زد و بند دارم. تمام اینا سراب بیش نیست. همون رقم که شما گفتی حباب است اینا. بعد در ادامه داستان دیگه، حرف دیگه جالب است از خدای تبارک و تعالی از لقمان نقل میکنه، وقصد فی مشک، در راه رفتن میانه باش. که ما باز روایت هم داریم که اینا رو بسیار خوب تفسیر میکنه، یعنی تیز تیز را نرو. دیدین بزنیم تیز تیز را میره، بله. مخصوصا برای علما و دانشمندان این تیز را رفتن ابهت و وقار از اینا را از بین میبره. و سلانه سلانه و خدمت شما عرض کنم که همینطور بسیار آهسته آهسته هم راه نباید بره و انسان، بلکه وقصد فی مشک، در راه رفتن خودت میانه باش. بعد جالبه میگه وقصد من صوتک، صدایت هم پایین بیار، یعنی نعره نزن، داد نزن، فریاد نزن. پس و جالب ایست که خیلی دقت باید بکنیم، چون قرآن گفته، اگر قرآن میگفت من نمیگفتم، اگر قرآن نمیگفت من نمیگفتم. مگه این انکر الاسوات لصوت الحمیر، بدترین و گوش خراش ترین صدا، صدای علاقه است. پس بنابراین اگر که عربده شد، اگر صدا خیلی بالا رفت، اگر که با او وضعیت قرار گرفت، می شود صدای ما شبیه صدای انکر الاسوات لصوت الحبیر. پس بنابراین ایره امام علیه السلام وظیفه از اینا را میگه و بعد به اینا میتازه که چرا این رقم راه میرید. پس دوباره ادامه امام ادامه میده، میگه خب پس شما در جامعه جای دارین، مقام دارین، مردم شما میترسن، مردم شما را بر خودشان ترجیح میدن. چرا؟ الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام بحق الله. میگه تمام این کارا را که جامعه برای شما انجام میده فقط و فقط به خاطر ازیه که حق خدای تبارک و تعالی در جامعه برپا شود، یعنی نماز برپا شود، یعنی جلوی ظالم ایستاده شود، از مظلوم چی شود؟ حمایت شود، امر معروف نهی از منکر. کارکرد شماییه، بله. شما اگر این کارکردها را نداشته باشین که دیگه پوچ است. پس تمام اینا به خاطریه که مردم چشم داشت داره به شما که شما بتوانین حق و حقیقت در جامعه چی کنین؟ قائم نگه دارین، پا بر جا نگه دارین، استوار نگه دارین. و این کنتم، آخ آخ باز سرزنش میکنه اینا، و این کنتم عن اکثر حقهی تقصرون، و اگرچه شما از بیشترین حقوق کوتاهی کردین، یعنی یک کاری کردین که حقوق و حق در جامعه پیاده نشه. این به صورت کلی میگه امام، بعد حتی جزئی هم وارد میشه. بله. فاستخففتم بحق الائمه، شما خار و سبک شمردید حق ائمه. مراد از ائمه یعنی وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام، امام حسن و بعدش هم امام حسین علیه السلام. خب اگر کسانی که غدیر را شنیده بودند در اون روز می ایستادند و می گفتند ما شنیدیم از پیغمبر که من کنت مولا فهذا علی مولا، چی میگید شما؟ دنبال چی را افتادید؟ یا اگر که زمانی که امام مجتبی علیه السلام در مقابل معاویه قرار گرفت
بسیار از این کسا بودن. آیا اینا پیش خودشان چه رقم تصور کرده بودن؟ آیا می شود بین معاویه و امام مجتبی علیه السلام و معاویه را انتخاب کرد؟ یا می شود بین یزید و امام حسین یزید را انتخاب کرد؟ بله. مگر که اجاره باشه، یا در ادامه امام اینا را به تعبیری علتیابی میکنه، موش کافی میکنه که چرا این کارها چی شد، اتفاق افتاد. بله. پس خب نمونش همی بود علتیابی و بقیه. بله. فرمایشات حضرت و بررسی که خواهیم داشت انشالله باشه برای بخش سوم. انشالله سلامت باشید. ما را همراهی میکنید تلویزیون جهانی احادی، برنامه به وقت بیداری و نگاه مهربان شما بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. کسی نداد جواب سلام هایش را، به احترام نبردن نام هایش را. تمام مردم نامرد خویش را کوفن، به کوچه ریخته حتی غلام هایش را. مسیر تنگ مکافات رد شدن دارند، خدا بخیر کند ازدهام هایش را. ز کوچه رد شد و گیرم کسی نگاه نکرد، ولی چه کار کنم پشت بام هایش را. یکیست نیزه نشین و یکیست ناغه نشین، ببین چگونه میارن امام هایش را. به این سه سال به چسبن سکینه میفتن، مراقبت کند آخر کدام آیش را. مراقبت کند آخر کدام آیش را. سلام ای عزیز دل ما حسین، حبیبی تصدق علینا حسین، کس و کار ما، آبرو دار ما، همه ثروت ما ز دنیا حسین. سلام علیکم مجددا محضر شما بزرگواران، خوش آمدین. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات هم می توانید دنبال کنید. در فضای مجازی با سرچ کردن موضوعی برنامه های رسانه جهانی هادی می توانید به این برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. حتما خودتان دنبال کننده باشید و به عزیزانتان هم که دوست دارن این قبیل برنامه ها را با این موضوعات دنبال کنن هم پیشنهاد بدین که حتما ما را همراهی بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب استاد رسولی عزیز. همچنان نقاط ضعفی که از نگاه مبارک امام حسین علیه السلام در این خطبه ما شنیدیم. بله، امام علیه السلام گفت که مردم به شما احترام میکنن، مردم شما را بر خودشان مقدم میکنن، ایثار میکنن، فقط به خاطر یک نکته، و او است که شما در جامعه حق و حقیقت را کاری بکنین که اینا پا بر جا باشه و حق و حقیقت به جای خودش قرار بگیره، جلو ظلم و تعدی و اینا گرفته بشود. بعد امام فرمود که نه، شما بسیار از حقوق را هم نسبت بهش کوتاهی کردین، از جمله حق ائمه که اشاره کردیم. و در ادامه امام می‌فرماید با اما فحق الضعفا، اما حق ضعفا و بیچارگان و
کسانی که در جامعه غیر از خدا پناهی ندارن، فزیعتم، حق اونا رو کاملا چی کردین؟ ضایع کردین. نسبت به ائمه میگه فاستخففتم، حق از اونا رو کوچک شمردین. گفتن حالا که شده شده دیگه. دقیقا یعنی کوچک شمردن. بله اونا میگفتن که شما حق دارین، حالا که شده شده دیگه. این خیلی کار سختی است. حالا که شده شده، حالا به تعبیر امروز رها کن، ولش کن، هرچی که شد شد، پشتی گپا نگه. بله پشتی گپا نگه، بوده بوده دیگه، حالا نشده. اما نسبت به ضعفا میگه فزیعتم، کاملا حق از را چکار کردین؟ شما تزیع کردین، این از بین بردین. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، اما او میگه او حقی که خدا قرار نداده، شما به زعم و گمان خودتان برای خودتان حق تراشیدین. ژن برتر، نسل برتر، نژاد برتر، منطقه برتر، به هر ترتیبی یک سری حقوقی برای خودتان در نظر گرفتین و طلبتم، کل گزن را گرفتین. بعد ادامه میده میگه که نه تنها این کارا را که شما کردین، خیلی کارهای دیگر هم انجام ندادین. فلا مالا بذلتموه، هیچ مال را در راه خدا بذل نکردید. به نص صریح قرآن انسان باید هم به نفس خودش و هم به مال خودش، هم به آبروی خودش، به توان خودش در راه خدا چکار کنه؟ جهاد کنه. جهاد تنها جهاد بدنی و شمشیر گرفتن نیست. برخی اوقات انسان نمیتونه شمشیر بگیره، نمیتونه تفنگ بگیره، نمیتونه در جبهه شرکت کنه، اما مال داره، به تعبیر پاکستانی پچاس داره، میتونه از این طریق مصرف کنه و جهاد مالی داشته باشه. و مگه فلا مالا بذلتموه، هیچ مالی را، این نکره در سیاق نفیه به تعبیر عربی. بله بله. هیچ مالی، یعنی یک شونزه پولی هم ندادین شما، یک ریال هم شما ندادین، یک سنت هم به تعبیری ندادین. فلا مالا بذلتموه، هیچ مالی را شما بذل نکردین. ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، و هیچ جانی را برای کسی که این جان را آفرید شما مبخاطره نینداختید. مگر نه این است که پیشوای ما علی علیه السلام است؟ وقتی که پیغمبر گفت علی جان قرار است امشب 40 تروریست بریزن و در خانه مرا تکه تکه کنن، وحی و جبرائیل امین به ما ایره خبر داده، ما باید امشب خانه را، یعنی مکه را به قصد مدینه چه کنم؟ ترک کنم. یک نفر میخواییم که مثل ما باشه و در جای ما بخوابه. حضرت علی حدود 24-25 ساله، جوان، اوج جوانی، یک دنیا آرمان، آرزو، هدف و و و الا ماشاءالله. گفت یا رسول الله من این کار انجام میدم، اگر من این کار انجام بدم شما جان سالم به در میبرید؟ گفت بله. نگفت که به سر ما چی میایه، که این کار را اتفاق افتاد و در جای پیامبر خوابید 40 تروریست مسلح ریختن و فقط جوان مردیش نمی بود که لحاف یا او چیزی را رو انداز را برداشتن، دیدن که علی است که به جای پیغمبر خوابیده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اگر حضرت علی هست که، اگر امام مجتبی که بارها جان جانانش به مخاطره افتاد، ترور شد، حمله کردند، مجروحش کردند، دست آخرم با زهر جفا و کین و شهادت رساندن، اگر امام حسین علیه السلام که خود از آقا پاک باخته با تمام وجود آمده، نه تنها خودش، جوان، پیر، زن، بچه، مال، ثروت، دارایی همه را در جان بر کف آمده، میگه که هیچ شما به خطر نینداختید خودتان را. ولا عشیرتن عادیتموه و عادیتموها فی الله، و مگه با هیچ قبیله هم شما به خاطر خدا، نگاه به خاطر خدا خیلی حرفه، میگه شما با هیچ عشیره و قبیله‌ای به خاطر خدا در نیافتادید. ممکنه خیلی از اوقات ما به خاطر مال، ثروت، دارایی، نمیفهمیم چیزای موهومات و خرافاتی که خودمون برای خودمون درست میکنیم، ممکنه با عشیره، قوم در بیفتیم. بله. جنگ ها، اتفاق ها، نزاع ها، جنگ 100 ساله بین اوس و خزر سر چی بود؟ سر یک سری توهمات. ولی میگه شما به خاطر خدا با هیچ عشیره‌ای هم در نیافتید. پس ما باید با مال جهاد کنیم، با جان جهاد کنیم، و اگر قوم و قبیله خواستن حق خدای تبارک و تعالی، حق مظلوم را پایمال کنن، در مقابلش باید چیکار کنیم؟ بیستیم. بعد میگه که انتم
تتمنون علی الله جنته. جالبه، میگه شما هیچ کاری هم نکردین، هیچ کاری نکردین که کارهای بدی دیگه هم چی انجام دادین، بعد میگه شما آرزوی بهشت دارید و مجاورت رسولهی و مجاورت میبخشین میره خنده میگیره، میگه مجاورت و در کنار رسول بودن شما از خدای تبارک و تعالی آرزو داریم و امانا من عذابهی، میگین که دیگه خدا ما را نباید عذاب کنه، برادر من، پدر بیامرز، مادر بیامرز، بهشت به بهانه میدن جناب ناصری یا به بها، به بها و بهایش همی دو خط جلوتر ذکر شد، باید بذل مال بکنی، باید بذل جان بکنی، باید در مقابل ظالم و یاغی و باغی چیکار کنی، بیستی تا به بهشت بروی. استاد اما... دو دقیقه و نیم تا پایان. خب میگیم بعد ادامه میده امام میگه لقد خشیت علیکم، میگه من میترسم بر شما، ای کسانی که بر خدا منت گذاشته، لا حول ولا، خدا باید بر ما منت بگذاره، رسول خدا باید بر ما منت بگذاره، چرا؟ چون ما را از گمراهی، بدبختی، مشکلات، گرفتاری، بت‌پرستی، شهوت‌پرستی، مارپرستی، چیزای دیگه ما را نجات داده. خدا منت نمیگذاره، رسولش منت نمیگذاره، امام منت نمیگذاره، اینا بر خداوند منته. چی میگه؟ دو قرط نیمش باقیه، اینا از خدای تبارک و تعالی طلبکارم. بعد میگه من میترسم از شما که یک نقمت، عذابی از عذابهای خدا بر شما نازل شد. چرا؟ میگه چون شما به خاطر دین به این جای رسیدین و کسی که اهل دینه و ایمانه و خدایی او را یاری نکردین، و خاطر دین به اینجا رسیدید، کسی که اهل دینه شما او را یاری نکردید. ادامه میده بسیار جالبه، میگه وقد ترون عهود الله منقوصه، شما دیدید که عهد خدای تبارک و تعالی نقض شده. آیا خدا با شما عهد نبسته که در مقابل ظالم باید چی شویم؟ استاد شد... کو استاد شدن شما در مقابل ظالم. یک جای دیگه هم امام التنجانیس جای دیگه هست، امام حسین علیه السلام میفرماید و علی الاسلام السلام، یعنی فاتحه اسلام چی شد؟ یعنی سلام، سلام فاتحه خانیه، و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام خوانده شد، یعنی سلام بر اسلام، یعنی اسلام دفن شد. کی؟ اذا بلیت الامه براع مثل یزید، زمانی که امت مبتلا شوه به یک چوپان مثل یزید، یعنی یک خلیفه مثل یزید. خب خلیفه مثل یزید در همو زمان بر علیکه قدرت بوده، اما کسی دم نمیزد، عهد خدایی که نقض شده، خدا عهد بسته از ما که در مقابل ظالم باید چیکار کنیم. ایستادک چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام او زمانی که عثمان از دنیا رفت، یعنی عثمان را ترور کردن و کشتن، مردم ریختن به جان علی علیه السلام که بیا به عنوان خلیفه انتخاب شو، و امام گفت نه من دوست ندارم، الا گفت مگر همو عهدی که خدا گرفته که من ظالمی را سر جایش بنشانم و حق مظلومی را از ظالم بگیرم. میگه شما کجایید؟ به تعبیر ما خواب رفته اید، ای خواب رفتگان، امر معروف کنن فراموش. بعد ادامه میدهد فلا تفزعون، میگه که عهد خداوند نقص میشه، اما شما جزع و فزعی نمی کنید، یعنی زمانی که عهد خدای تبارک و تعالی و عهود نه عهد، یعنی عهدهای خداوند نقص میشه، باید فریاد بکشه انسان، باید فریاد بکشه، استاده شوه. جالبه، اما میگه و انتم لبعض زمم آبائکم تفزعون، اما اگر عهد پدر شما، عهد جد شما، یک داستان پدر شما، یک کسی یک معاهده ای کرده، همون معاهده نقض شده، شما باد به غبغب بیندازین، داد فریادتان بلنده، سر و صدایتان بلنده که چطور حق پدر بزرگ ما، حق پدر ما، حق عشیره ما از بین رفت، عهد نقص پیدا کرد. میگه شما داد فریاد میکنید، اما به خاطر عهد خدای تبارک و تعالی هیچ، ساکت نشستین. آخرین رو بگیم و ذمه رسول الله مقهوره، محقوره. میگه ذمه و عهد رسول خدا، یعنی سنت رسول خدا در نزد شما حقیر و خاره. بترس انسان از او زمانی که سنت رسول مقبول صلی الله علیه و آله و سلم در بین ما خار و حقیر باشه، سنت سلاطین و کسایی مثل امپراتورها سنت از اینا برجسته باشه، اما سنت جان جانان پیامبر گرامی اسلام
خار و فراموش شده و در سال 61، سال 60، سال 50 و او سالهایی که منجر به قیام ابو عبدالله علیه السلام شد، تمام این مشکلات و گرفتاری ها دامنگیر امت اسلامی خصوصا علما بود و ترس از این داشته باشیم که این مشکلات و گرفتاری ها بر جامعه امروز ما حاکم نشود. بسیار تشکر است. خواهش میکنم. با واسطه حضور شما کام ما شیرین شد و جان ما تازه شد به کلام حضرت امام حسین علیه السلام. خدا خیرتون بده. انشاءالله باسم شما را در برنامه ها زیارت کنیم. امین. سلامت باشید. با شما عزیزان بودیم. بسیار خوب بود، ارزشمند بود این همراهی و ارج می نهیم و از خداوند می خواهیم که باز هم فرصتی به بنده و همکاران عنایت کنه تا در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. التماس دعا داریم. یا حق.